ویدیو دوم ویدیو 10 درصدیه. وقتی شما 10% به میزان کالری روزانه که فکر میکنید مصرف کنید افزایش بدید، وزن شما حدود 200 گرم بیشتر اضافه پیدا میکنه. اگه فکر کنید روزانه مثلا 1700 کالری مصرف میکنید و نمیدونید چرا بازم نمیتونید وزنتون کاهش بدین، اینو 170 کالری روز بعد تخمین بزنید، یعنی کمتر استفاده کنید. احتمالش هستش که عدد جدید دقیق تر باشه. به این در پرورش اندام میگن 150 رول، یعنی کسایی که اول میبینی بادی بیلدینگ ها مثلا پرورش اندامی ها یه افعه ازشون یه افعه باد میکنن، چون قدرت زیادتری لازم دارن، بیشتر غذا میخورن و این بیشتر غذایی هم ماهیچه رو بیشتر سریعتر میسازه، هم استراحت رو بهتر میکنه و همین که زور و شماره افزایش میره، در کنار اون اما تعداد چربی‌ها یا مقدار چربی بدنتون زیادتر میشه. و وقتی که بعد از یه مدت مثلا روی صحنه میخوان برن، اینو خودشون شروع میکنن به دایتینگ یا رژیم و روزی 100 تا 150 کالری از بدنشون کمتر میکنن. برای همین به این میگن رو 150 رو یا 150 رو. احتمالش هم هستش که عدد جدید هم تو گفتم دقیق‌تر باشه، بعد خودتون امتحان کنید بین 100 بعضی 150 بعضی 170، هم بیشتر 170 این کارو نکنید. عادت‌های غذایی خودتون رو با عدد جدید وقتی دیدین مثلا این هفته مثلا 1 کیلو کم کردین ادامه بدین، فقط با این عدد یه دفعه بیشترش نکنید. چرا؟ چون خطر این که ماهیچه‌تون رو از دست بدین بدتره. در ویدیو قبلی به شما گفتم، یادتون هست گفتم اگه ماهیچه‌تون بیشتر بشه افزایش پیدا کنه، سوخت کالریتون زیاد میشه. پس برعکسش هم امکان پذیر هستش، وقتی ماهیچه‌تون کمتر بشه سوخت بدنتون هم کمتر میشه، یعنی به جای اون ساختن چربی و اضافه وزنی در بدنتون هم بیشتر میشه. پس ماهیچه خودش خیلی خوبه، درسته؟ به طور مثال مثلا شاید فنجون قهوه‌ای که نوشجون میکنیم بیش از اون چی که فکر میکنیم کالری داشته باشه. مثلا بعد شما بدونید بین قهوه ها خودشون مثلا خیلی کالری های مختلف هستش. پس شما مثلا قهوه‌ای که از کافه بونی، یعنی مثلا این دونه قهوه که خودشون تو دست کد پود میکنین، اون چربی کمتری داره از این اینستانت کافی هایی که مثلا سوپرمارکت ها میخنه زود تو آب جوش میریزین درست میکنین. اینا حدود 200 کالری بیشتر دارن، چربی زیادتره. این چیزا رو باید توجه داشته باشید. بریم برسیم به ویدیو سوم.